با سلام به شما بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم. به شما به بینندگان عزیز تلویزیون برای یک دنیای بهتر سلام میکنم. برنامه امروز تلویزیونی برای یک دنیای بهتر رو ما به دو بحث اختصاص دادیم. قسمت اول بحثایی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی در ایران کماکان در جریانه، در ارتباط با این بحثا نظرات علی جوادی رو جویا میشیم، و در قسمت دوم برنامه در ارتباط با اولین سفری که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به کشورهای اروپایی و خاورمیانه صورت داد، نکاتی رو مطرح خواهیم کرد. علی جوادی، در ارتباط با انتخابات خامنه ای مطرح کرده بود که مهم نیست مردم به چه کاندیدایی رأی میدن و چه کاندیدایی رو انتخاب میکنن، مهم اینه که در این انتخابات مردم شرکت بکنن. از طرف دیگه هم میبینیم که اپوزیسیون سرنگون طلب این رو مطرح میکرد که مردم نباید در این انتخابات شرکت بکنن. بخشی از این اپوزیسیون این رو مطرح میکردن که مردم باید انتخابات رو تحریم بکنن، و بخش دیگه این رو مطرح میکردن که باید با اعتراض فعال نسبت به این انتخابات اعتراض بکنن. رژیم میگه پیروز این انتخابات اونه، و اپوزیسیون سرنگون طلب مطرح میکنه که این انتخابات در واقع مهری به سرنگونی رژیم و یا این انتخابات رأی سلبی در ارتباط با رژیم بوده. کدوم دارن درست میگن؟ پیروز این انتخابات کی بوده؟ اپوزیسیون بوده و یا رژیم اسلامی؟ ببینید، به نظر من در درجه اول میخوام این نکته رو مطرح کنم که از مجرای مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی نمیشه استنتاجات سیاسی در رابطه با تمایلات و آرا و نظرات توده های مردم در قبال رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی رو استخراج کرد. نمیشه تمایلات سیاسی روشن مردم رو مبنی بر رسیدن به آزادی، برابری، رفاه و سعادت انسان ها در این برهه به طور بارزی به اصطلاح مشاهده کرد. در دوره های میشه، ولی در دوره حاضر نه. دلایل این به اصطلاح این تز سیاسی از نقطه نظر من اینا هستند که جامعه ایران یک جامعه استبداد زده است، جامعه ایران یک جامعه مذهب زده است، جامعه ایران یک جامعه که نابرابری جنسی درش بیداد میکنه، دیوار آپارتاید جنسی درش وجود داره، جامعه ایران یک جامعه حکومت استبدادی سرکوبگر آدمکش رو به اصطلاح در بالای سر خودش داره که چوبه های دار، تناب های دار رو برای گردن مردم آماده کرده. جامعه ایران جامعه ای هستش که آزادی احزاب وجود نداره، ابراز وجود سیاسی مردم با شکنجه، دستگیری، زندان، تبعید و انواع مجازات هایی که این اوباش میتونن در چنته و مغز علیل خودشون بهش دست پیدا بکنن روبرو هستش، و یک تاریخچه ای از قتل عام و کشتار رو پشت سر خودش داره. نتیجتا در چنین فضایی، در فضایی که توده های مردم، آحاد جامعه نمیتونن خواستها و نیتهای قلبی خودشون رو به طور واقعی در مجاری مختلف عادی در جامعه بیان کنن، انتظار این که ما بتونیم و یا بخواهیم یا سرگرم این بشیم که از دریچه آراء که توسط رژیم جمهوری اسلامی به جامعه ارائه داده میشه بتونیم استنتاجات سیاسی عمیقه بکنیم، کلن به نظر من یک اشتباه محض است. در رابطه با این مسئله اول باید گفت که رژیم جمهوری اسلامی دارای مشروعیت نیست. رژیم جمهوری اسلامی دارای کارنامه‌ای هست که ذره حقیقت‌گویی رو در خودش نداره، بلکه رژیمی هست که برای مقابله با حقیقت‌گویی چوبه‌های دار خودش رو، میدان‌های تیرباران خودش رو، شکنجهگاه‌های خودش رو آماده کرده، سازمان داده و براش هر روزه بودجه خرج می‌کنه. نتیجتاً استناد یا متکی شدن بر آمار جمهوری اسلامی و از اون دریچه تلاش برای استخراج کردن حقایقی از درون به اصطلاح این آمار یک گمراهی سیاسی هستش. اما این تلاشیه که اصلاح طلبان حکومتی میکنن، اما این تلاشیه که رأس حاکمیت جمهوری اسلامی میکنه، اما این تلاشیه که به اصطلاح برندگان موقت این مردگان به اصطلاح سیاسی در تاریخ انجام میدن. از نقطه نظر من یک اشتباه هست. اگر میخوایم ارزیابی سیاسی بکنیم، باید از آرایش سیاسی که حکومت اسلامی در این دوره به خودش میگیره به اصطلاح شروع کنیم.
اگر میخوایم ارزیابی سیاسی بکنیم که حقیقتی رو در خودش مستتر داشته باشه، باید به اصطلاح از نمایش اعتراضی مردم در خیابون‌ها شروع کنیم، از واقعیتهایی که مردم سد استبداد رو، سد اسلام رو زیر میشکنن، قوانین جاری در جامعه رو میشکنن و بر علیه اون شروع میکنن ابراز وجود کردن و ابراز تمایل سیاسی خودشون رو بیان کردن. اگر میخوایم ببینیم که جامعه چی میگه، باید ببینیم که چرا جمهوری اسلامی در این دوره به اصطلاح آرایش نظامی به خودش میگیره، بسیج خودش رو به خیابون ها میاره، چرا صحبت از این میکنه که با یک فتنه، با یک تلاش برای سرنگونی، به اصطلاح سرنگونی نرم یا براندازی نرم مواجه هستیم، چرا صحبت از این میشه که به اصطلاح اگر چند سناریوی 88 تکرار بشه ما با یه سناریویی که نمیتونیم کنترل بکنیم مواجه هستیم، و یا در سطح جامعه در مقابل جبهه مقابل مردم رو میبینیم، زنان رو میبینیم، مردم رو میبینیم که با زیر پا گذاشتن سنن اسلامی، با رقص و ابراز وجود شادی و شادمانی خودشون دارن میگن عملا تمایل واقعیشون چیه. اینجا اونجایی که حقیقت رو میشه جستجو کرد، چه در آرایش نظامی جمهوری اسلامی، چه در به اصطلاح نمایش شادمانی توده های مردم در خیابان با زیر پا گذاشتن اسلام، به دور انداختن حجاب و به اصطلاح شکستن سد اختناق و سانسور حتی برای لحظات موقتی هم که شده. اینجا به نظرم مردم رو ما میبینیم که حکم به سرنگونی جمهوری اسلامی دادن، اینجا مردم رو میبینیم که خواست قلبی خودشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی به نمایش میذارن و از اینجا میشه این حقیقتی رو استخراج کرد. خب علی جوادی، حالا مستقل از این که این رژیم چه ماهیتی داره، مستقل از این که مردم دارن اعتراض بکنن، سوالی که جلوی شما میتونه قرار بگیره اینه که خب مردم از هر فرصتی استفاده میکنن که اعتراض خودشون رو نسبت به رژیم اسلامی ابراز بکنن. ما میبینیم که به عنوان نمونه وقتی خواننده‌ای مثل پاشایی در میگذره و فوت میکنه، مردم میان تو خیابون و مبتنی بر خود اون حرکت معین میان پارکوبی میکنن و یا به شعارهایی بر علیه رژیم داده میشه، و یا میبینیم که حتی رفسنجانی هم که از بین میره، میبینیم که مردم مراسم تشییع جنازه رفسنجانی رو به شعارهای اعتراضی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی بدل میکنن. تفاوت این مسئله چیه؟ چرا در ارتباط با انتخابات ما با شعارهای به شکل وسیع در این انتخاب معین، البته نه در انتخاب سال 88، در این انتخاب معین ما میبینیم که با شعارهای وسیع بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، اونجوری که اپوزیسیون داره ادعا میکنه که این رأی سلبی بر علیه رژیم بوده، میتونن بهتون بگن ما روبرو نمیشیم؟ ببینید، ما با شعارهای وسیع بر علیه جمهوری اسلامی مواجه نشدیم، یعنی شعارهای مرگ بر دیکتاتور یا شعارهایی که در علیه کلیت جمهوری اسلامی باشه، چرا که اختناق حاکمه، چرا که کماکان سرکوب حاکمه، چرا که کماکان زندانهای جمهوری اسلامی برپا هست، چرا که کماکان اوین مشغول اعدام هست، قزلقله و قزلحصار و گوهردشت و غیره و اینا مشغول اعدام و شکنجه و دستگیری هستن، نتیجتا توازن قوای سیاسی معینی رو شاهدش هستیم. اینکه در دوره خب چرا اینکه در دوره‌های غلیان سیاسی رو مشاهده می‌کنیم، به شرایط معین برمیگرده، به اینکه چه دینامیزم‌های اجتماعی حرکت رو مشاهده می‌کنیم و چگونه تبدیل میشه به یک اعتراض. ببینید، در سال 88 ما شاهد اعتراض وسیع توده‌های مردم بودیم، برای اینکه جمهوری اسلامی دست به یک تقلب گسترده آشکار زد و که به اصطلاح کاندیدای جناح حاکم رو به جامعه حقنه بکنه، و مردم بر علیه این اومدن بیرون. در ابتدا شعار این بود که رأی من کو. دو هفته که گذشت، یک هفته که گذشت، شعار این بود مرگ بر دیکتاتور، شعار این بود که موسوی بهانه است، هدف کل نظام است. نتیجتا میبینیم که یک تعرض وسیع و همه جانبه بر علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره. این که چرا ما در هر دوره‌ای در هر زمان شاهد اعتراضات گسترده نیستیم، به نظرم فقط به این باید میگرده که ما در دوره‌ای که پایان عمر جمهوری اسلامی هست، ما در هر لحظه در هر مقطع شاهد اعتراضات هستیم. تا رسیدن به اون مقطع اعتراضات مقطعی خواهد بود، تا رسیدن به اون دوران اعتراضات گاه به گاه به نوبه خواهد بود و سیر دینامیزمی رو طی میکنه که
بر اساس تقابل اجتماعی بعضی جاها یک فوران اعتراضی رو شاهد میشیم، بعضی دورانها اعتراضاتی رو که مطالبات، خواستها، سنتهای غیره رو مطرح میکنه. به نظرم از این مسئله نمیشه استخراج کرد که مردم حکمشون در قبال سرنگونی جمهوری اسلامی اونطوری که اصلاح طلبان حکومتی یا حکومت جمهوری اسلامی در دل آرزو میکنه به کنار رفته. حکم این مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. این مردم دارن میگن با رفتارشون، با وجناتشون، با تمایلات سیاسیشون حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوان، این هیولا رو نمیخوان، بسلاح شدهش رو نمیخوان، بزک شدهش رو نمیخوان، روحانی در رأسش قرار گرفته نمیخوان، نمیخوان به جای دیکتاتوری خامنه‌ای به اصطلاح دموکراسی به اصطلاح روحانی رو بیارن. یه همچین مزخرفات و عباطیلی رو قبول ندارن. میخوان آزاد باشن، برابر باشن، مرفه باشن. رسیدن بهش سرنگونی جمهوری اسلامی شرط اولیش هستش. خب جناح اصلاح طلب حکومتی و هوادارانشون این رو مطرح میکنن، اپوزیسیونی که مردم رو دعوت میکرد که در این انتخابات شرکت نکنن عملا شکست خورد و این انتخابات نشوندنده شکست اپوزیسیون و در مقابلش پیروزی رژیم اسلامی، پیروزی رژیمی که رهبرش خامنه‌ای مطرح کرده که برین تو این انتخابات شرکت کنن. آیا به نظر شما اپوزیسیون شکست خورده و رژیم در این انتخابات پیروز اومده بود؟ ببینید، اگر رژیم جمهوری اسلامی پیروز اومده بود، دعواهای جمهوری اسلامی به اصطلاح تخفیف پیدا میکرد. اگر رژیم جمهوری اسلامی پیروز اومده بود، جناح راست و قداربند جمهوری اسلامی این چنین در موقعیت ضعف و موقعیت استیصال و به اصطلاح اینکه فغان بلند بکنه که بگه فریاد اینکه تقلب شده در انتخابات، مهندسی شده و غیره و غیره رو به اصطلاح بالا نمی برد. اگر جمهوری اسلامی پیروز شده بود، جمهوری اسلامی کمتر شکننده تر در مقابل مردم ظاهر می شد. پیروزی جمهوری اسلامی اجازه بدید. پیروزی جمهوری اسلامی رو باید در پیشروی خودش در مقابله با مردم سرنگونی طلب دید. اگر جمهوری اسلامی پیروز شده بود، مردمی که تو خیابون میرقصن، توی مشهد میرقصن، میرن بالای ماشین‌ها و حجاب بر سر به دور میندازن و آزاد برای خودشون میرقصن و بعضی از مناطق رو در مشهد حتی منطقه آزاد اعلام میکنن، اگر جمهوری اسلامی پیروز شده بود، ما شاهد اینا نبودیم. ما شاهد این نبودیم که مردم جریتر بیان تو خیابون، زنا اعلام کنن که چهارشنبه های بدون حجاب خواهیم داشت. اینا نشانه های پیروزی جمهوری اسلامی نیست، اینا نشانه های عقب نشینی جمهوری اسلامی است. آیا اپوزیسیون پیشروی کرده؟ ببینید، مردم پیشروی کردن و به اعتبار پیشروی مردم اپوزیسیون سرنگونی طلب، اون اپوزیسیون سرنگونی طلبی که خواهان آزادی، برابری، رفاه و سعادت مردم هست پیشروی کرده. اون اپوزیسیون سرنگونی طلبی که میخواد مردم امروزه زندگی کنن، میخواد آزاد زندگی کنن، میخواد شر اسلام رو از سر این مردم کم کنه، پیشروی کردن و به جلو اومدن. در سطح ماکرو که نگاه میکنیم، شاخصایی که برای اندازه‌گیری به اصطلاح توازن قوای سیاسی وجود داره اینا هستن. همیشه گفته شده، بعضا خود سران جمهوری اسلامی هم گفتن که حجاب زن به اصطلاح در جامعه یا میزان حجاب زن میزان نشان میزان اقتدار جمهوری اسلامی است. اگر حجاب زن روی از سر به شونه ها بیفته، راه دوری نیست که از شونه ها به زمین بیفته و زیر پا له بشه. اینا به نظرم شاخص های پیشروی هستن و هر درجه پیشروی مردم، پیشروی اپوزیسیون ما رو، جنبش ما رو، کمونیسم کارگری رو روی این شاخص ها به نظرم نشون میده. خب علی جوادی، این سوال رو به جلو شما میتونم قرار بدن که شما میگین مردم پیشروی کردن و پیشروی مردم یعنی پیشروی اپوزیسیون. پیشروی ما میخوام بگم، مشخص میخوام صحبت کنم. بله، خب این سوال رو میتونم جلوی شما قرار بدم که اپوزیسیون سرنگون طلب و به خصوص جریانات کمونیستی، کسایی که در مسئله اعتراض فعال رو نسبت به این انتخابات مطرح میکردن، ما با از به طور عملی با اعتراض فعالی در ارتباط با این انتخابات روبرو نبودیم. آیا این در ارتباط با این انتخابات ما الان، آیا این به معنای این نیست که این تاکتیک یک تاکتیک موفقی نبوده؟ اینو میگم، میتونم جلو شما قرار بدم. به هیچ وجه، حتی اگر تاکتیکی که قرار میگرفت موفق نمیشد، دلیل بر نادرست بودن تاکتیک سیاسی در قبال جمهوری اسلامی نیست.
تمام کسانی که در به اصطلاح رفراندوم جمهوری اسلامی در 13 فروردین 58 بود شرکت کردند و رأی آری به جمهوری اسلامی دادن، میگن 90% 90 خورده درصد بودن، یه اشتباه بزرگ تاریخی کردن. علارغم سیاست ما که خواهان نه به جمهوری اسلامی بودیم و میگفتیم این ادامه حکومت سرکوب، ادامه حکومت سلطنت پهلوی در اشکال دیگر ملتزم شده، ادغام شده در استبداد مذهبی. اما مسئله این نیست، حتی به لحاظ حقانیت سیاسی هم، به جدا از حقانیت سیاسی تاکتیکی که ما مطرح می‌کردیم، واقعیت سیاسی اینو نشون میده که مردمی که اعتراض کردن، مردمی که تونستن حجاب به اصطلاح بر بکنن، مردمی که تونستن رقص و شادی بکنن، رقص و شادی و دور انداختن حجاب و چهارشنبه های بدون حجاب و زندانی سیاسی باید آزاد گردد، شعار اصلاح طلبان حکومتی نیست، شعار مردم معترضه، مردمی که شکاف های درون جمهوری اسلامی رو با اعتراضات خودشون تونستن قوی تر بکنن. این اون اعتراضیه. وقتی که میگیم اعتراض فعال بر جامعه، این اعتراض نیست که دم صندوق رای بیاریم شعار به اصطلاح الزامن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی رو داشته باشیم. روزی به اونجا میرسن این مردم که همین کارو بکنن، یعنی صندوق های رای رو بر سرشون عملا خراب بکنن در جایی که توازن قوا اجازه بده، بعضا این کارو میکنن. اما الان شاهد این هستیم که با رقص و شادی خودشون دارن اعتراضشون رو بیان میکنن به جمهوری اسلامی، به بنیاهای پایه‌ای جمهوری اسلامی. به نظرم کسانی که محدود نگرن و گویا به اصطلاح چشمندی بر چشم دارن که حقایق بزرگ رو نبینن، سعی میکنن اینطور جلوه‌گر کنن که گویا مردم به اصطلاح در این اعتراضات صرفا مدافع اصلاح طلبان حکومتی بودن. این بزرگترین دروغ تاریخه. خود اصلاح طلبان حکومتی هم میدونن که این مردم از روی جنازه جمهوری اسلامی رأی خواهند شد، رد خواهند شد. این جنازه‌اش کلن هر بخشی ازش باشه، مردم ازش عبور خواهند کرد، چون نقطه سازشی بین مردم و جمهوری اسلامی وجود نداره. علی جوادی، بازم تو همین چارچوب جریانات اصلاح طلب، اصلاح طلب حکومتی و حامیانشون این رو مطرح میکنن که پیروزی روحانی در واقع پیروزی اصلاحات بوده و در واقع شکست تئوری انقلاب. مردم اومدن به روحانی رأی دادن چون میبینن که انقلاب در ایران عملی نیست و سعی میکنن که از طریق روحانی گام به گام به تغییرات تدریجی جامعه رو به جلو ببرن. و زمانی که روحانی میاد میگه اگه من و ما نبودیم، چوبهای دار رو امثال رئیسی و اون جناح را انداخته بود، و یا اینکه پیاده روها رو میخواستن دیوار بکشن، مردم به این خاطر میان به روحانی رأی میدن و در واقع رأی به روحانی، رأی به اصلاحات. شما نظرتون چیه؟ های توری انقلاب در ایران شکست خورده و توری اصلاحات پیش برمیره؟ ببینید، اگه از دوران بنی احمد هم ازش میپرسیدن که آیا توری انقلاب شکست خورده، همچنین حرفی رو میزد. یا از طرفداران فرع پهلوی در دوران قبل از انقلاب 57 هم میپرسیدن که آیا تئوری انقلاب شکست خورده و به اصطلاح فرع پهلوی و هواداراش میتونن در مقابل استبداد شاه، سدی در مقابل اعتراضات مردم برای سرنگونی حکومت شاه داشته باشن. حتما اینا خودشون رو مدافع اون تئوری بیان میکردن، اما واقعیت چیز دیگری هستش. واقعیت، حقیقت چیز دیگری هست. اجازه بدین به چند نکته بگم. میگن پیروزی روحانی پیروزی اصلاحات بوده. کدوم اصلاحات؟ کدوم تغییرات؟ کدوم بهبود در زندگی مردم؟ کدوم آزادی مطبوعات؟ کدوم برابری زن و مرد در جامعه؟ کدوم رفاه مردم؟ کدوم بالا رفتن سطح حقوق معیشت کارگران؟ کدوم بالا رفتن سطح دستمزد کارگران؟ کدوم بالا رفتن بیمه به اصطلاح درمانی سالمندان و بازنشستگان در جامعه؟ کدوم زندگی بهتر برای مردم؟ اگر از اصلاحات صحبت میکنیم، اصلاحات یعنی اینا. اصلاحات یعنی بهبود و رفاه در زندگی مادی مردم. اصلاحات یعنی تغییراتی در این که انسان آزادتر زندگی کنه، امروزی تر زندگی کنه، برابرتر زندگی کنه، از شر مذهب خودش خلاصتر کرده باشه، به هر درجه، به هر ذره، در هر گامی. اما آیا حکومت اسلامی، جناح روحانی چنین اصلاحاتی مد نظر دارن؟ آیا چنین وعده‌ای رو دادن؟ اینکه هیولای دیگه بخش جمهوری اسلامی، سر دیگه این اژدها و این هیولا رو این بخش نشون میده، میگه ببینید سر گنده جمهوری اسلامی به اصطلاح آتش در دهان داره و چوبه های دار داره،
این واقعیت رو پنهان نمیکنه که هر دو یک تنه مشترکی دارن و اون تنه جمهوری اسلامیه که هر دو در حفظش زینفعن، هر دو در حفظش چوبه های دار رو برپا کردن، هر دو در حفظش بر یکی برای بازگشتن به دورای طلایی خمینی و اعدام ها و دست جمع های به اصطلاح همیشگی که اتفاقا خود روحانی و امثال هم در شریک بودن. رئیسی رئیس هیئت مرگ بود اما پور محمدی هم عضو هیئت مرگ بود. همون پور محمدی امروز وزیر به اصطلاح دادگستری کابینه روحانی هستش. اینا در پیکره در تنه با هم دیگه شریک هستن. نتیجتا بحث اصلاحات میره کنار. اصلاحاتی در کار نیست. توهمی نیست. این توهم عوام فریبی اصلاح طلبانه. میگن تغییرات گام به گام. منم راستش از تغییرات گام به گام چندان بدم نمیاد، به شرط اینکه هدف تغییرات گام به گام نابودی جمهوری اسلامی، به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، آزادی مردم و اینکه مردم حاکم بر سرنوشت سیاسی خودشون بشن، در اوین باز بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن، بساط اعدام برچیده بشه، زن و مرد برابر اعلام بشن، مردم در شوراهای مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشن و هر زمان که انتخاب کنن، اراده کنن، بتونن انتخاب شدگان رو به اصطلاح عزل بکنن، تغییر بدن و سران جمهوری اسلامی رو به جرم محاکمه، به جرم جنایت علیه مردم محاکمه کنن. اما آیا این تغییرات گام به گام تدریجی چنین مسیری رو دنبال میکنه؟ مسلماً پاسخ منفیه، یک نه قاطع است. این از تغییرات تدریجی گام به گام استحاله کردن مبارزات مردم، تخفیف به اصطلاح به اضمحلال بردن، سیر اضمحلالی بردن مبارزات مردم را در مد نظر دارن و به اصطلاح هدفشون این هستش که آتش مبارزاتی مردم رو در مجاری ریز و خرد به اصطلاح پراکنده بکنن تا بتونن سرکوبش بکنن، تا بتونن از پسش بر بیان. توهم دارن چرا که فکر میکنن که میشه بادکنک رو با سوزن بادش رو خالی کرد. هر درجه عقب نشینی اینها منجر به پیشروی مردم میشه، منجر به جریتون شدن مردم میشه، چرا که نقطه سازشی میان مردم و جمهوری اسلامی وجود نداره. مردم میخوان جمهوری اسلامی رو جارو کنن و یک سیل بنیانکندی رو شاهدش خواهیم بود. به این اعتبار تغییرات تدریجی مورد نظر اینها تغییراتی برای حفظ جمهوری اسلامیه. هدفش بهبودی در زندگی مردم نیست، هدفش بهبودی نیست. این که یک هیولا رو نشون میدن که از اون هیولا خودشون رو به اصطلاح توجیه کنن، جلب به اصطلاح مقبولیت ببخشن، بخشی از تبلیغاتشون هست. اما یه واقعیت بزرگتر اینی که کسی که از دور نگاه میکنه یه هیولا رو میبینه که شاید دو تا سر داشته باشه حداقل به اندازه سران و باندهای جنای جمهوری اسلامی، ولی کل این پدیده رو میبینه. ما باید کل این پدیده رو ببینیم. خب راجبه اون قسمت دیگه که مطرح میکنن دوران انقلاب به سر اومده، انقلاب یعنی شورش، خشونت و از طریق انقلاب نمیشه به تغییرات رسید، راجبه اون مسئله چیم؟ خوشحالم که یادآوری کردین. به نظرم یکی از شیرین ترین مباحثی که باید در رابطش صحبت کرد همینه. انقلاب دورانش آیا به پایان رسیده؟ آیا از طریق انقلاب نمیشه به اهداف مورد نظر مردم رسید یا نه؟ اجازه بدیم برای بررسی این مسئله از اینجا شروع کنیم. اهداف مورد نظر مردم کدوم هستن؟ آیا ذره‌ای کسی تردید در این جامعه داره که مردم آزادی میخوان؟ تمام آزادی رو میخوان، آزادی بدون قید و شرط سیاسی میخوان، آزادی رو میخوان که هر کسی هر نشریه‌ای تو جامعه داشته باشه، هر تشکل آزادی رو بتونه داشته باشه، ایجاد بکنه، آزادی رو میخوان که کارگران بتونن اعتصاب بکنن، بتونن متحزب بشن، بتونن اتحادیه و شورا و مجمع عمومی خودشون رو داشته باشن، آزادی میخوان که روزنامه نویسان آزاد باشن، وبلاگ نویسان آزاد باشن، دسترسی به اینترنت آزاد باشه، به اصطلاح برادبند آزاد باشه و غیره، و این آزادی‌ها رو میخوان. آزادی میخوان که موسیقی بخونن، آزادی میخوان که شعر بنویسن، آزادی میخوان که کنسرت برگزار کنن و زن و مرد توی کنسرت ها بخونن. اینا گوشه های از آزادی هست. تردیدی نیست که مردم اینو میخوان. از هر کسی بپرسید خواست قلبیش این هست. کسی پیدا نمیشه تو اونجا بگه من میخوام سرکوب باشه، من میخوام مطبوعات ممنوع باشن، من میخوام تشکل کارگری وجود نداشته باشه، مگر اینکه وابسته به ارگانهای حاکمیت و سرکوب جمهوری اسلامی باشه. اگر برابری رو میخواییم، اگر برابری زن و مرد رو میخواییم، اگر میخواییم زن و مرد در تمامی شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خانواده برابر باشن، به طور مطلق برابر باشن، نه تنها برابر باشن، آزاد باشن، آزاد و برابر باشن، اگر این رو میخواییم، آیا در جمهوری اسلامی چنین چیزی ممکنه؟ آیا در بنیانها و ذات جمهوری اسلامی برابری و زن و مرد ممکنه، میسره؟
پاسخ به نظرم منفیه، همه میدونن پاسخ این مسئله منفیه. اگر صحبت از برابری میکنیم، فقط برابری به اصطلاح حقوقی مد نظر نیست، بلکه برابری اجتماعی مد نظره. برابری انسانها در بهره برداری از مواهب تولید شده در جامعه، در اینکه فقیر نباشن، در اینکه گرسنه نباشن، در اینکه محروم نباشن، برای اینکه از خوشی و شادی بهره مند باشن و به اصطلاح بی بهره نباشن، بی خانمان نباشن، از تحصیل و امکانات آموزشی و از امکانات رفاهی و فراغت و درمانی بی بهره نباشن. این برابری، این برابری اجتماعیه، این برابری اقتصادیه. آیا نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در خودش امکان چنین برابری رو داره؟ پس نتیجتاً اگر اینها اهداف پایه‌ای، عمومی و به اصطلاح تاریخی توده‌های مردم را هستن، رسیدن به چگونه ممکنه؟ آیا جمهوری اسلامی با زبون خوش از مقابل اعتراضات مردم کنار خواهد رفت؟ کلید زندان اوین رو میده دست من و شما که بریم در رو باز کنیم و این زندانیان رو رو شونه‌های خودمون بیاریم بیرون، دسته‌های گل به گردنشون بزنیم، بگیم آزاد شدید و حکم آزادی تمامی زندانیان سیاسی و نابودی زندان سیاسی رو اعلام بکنیم؟ آیا همچه اجازه ای رو میده؟ آیا سپاه پاسداران به اصطلاح با دم نازکش میاد به سراغ من و شما؟ برنامه من و شما، مناظره ما به اصطلاح در جامعه یا گفتگوی ما در جامعه میتونه آزاد در اون جامعه برگزار بشه؟ کسی تردیدی داره که رژیم جمهوری اسلامی اتفاقا اگر بالاترین بودجه، قلم دولتی بودجهش، قلم نظامی و قلم تحمیق و دستگاه مذهبیش هست، برای چی این کار کرده؟ برای اینکه بتونه در مقابل شورش و اعتراض و انقلاب توده‌های مردم خودش آماده کنه. آیا کسی تردیدی داره به غیر از عوام فریبان و به اصطلاح اصلاح طلب که رژیم جمهوری اسلامی در شمال، در استان گلستان، نمایش مقابله با شورش کارگری رو برپا میکنه و هر روز مبلغینشون از این صحبت میکنن که ما شاهد شورش گرسنگان در جامعه خواهیم بود، بعد صحبت از این میکنن که انقلاب به پایان رسیده؟ راستش ما خواهان این هستیم که خونی از دماغ کسی ریخته نشه. انقلاب متمدنانه ترین پروسه‌ای هست که جلوی خونریزی جمهوری اسلامی تو جامعه رو میگیره و جلوی اسلحه شلیک کردن جمهوری اسلامی رو میگیره و میتونه اسلحه رو از دست جمهوری اسلامی بگیره، چرا که تا زمانی که نه اسلحه رو به دست دارن به سینه من و شما و به سینه مردم شلیک میکنن و چوبه های دارشون رو میبرن بالا، و تا اون زمانی که از دستشون گرفته نشه، در رو دستشون نزده شده باشه، اینا به روی مردم تیغ میکشن، به روی مردم اسلحه میکشن. نتیجتا انقلاب پاسخیه برای این حرکت، انقلاب برای پاسخیه برای پایان دادن به چنین وضعیت سیاسی در جامعه. ای کاش میشد با زبون خوش جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت، حکم آزادی مردم را اعلام کرد و گفت زن و مرد برابرن، اعدام بساطش برچیده شد، مذهب شرش را از جامعه باید دور کنه، یک جامعه سکولار و آزاد و برابر رو ایجاد میکنیم. ای کاش میشد چنین توهمی در دوران ما که هر گونه ابراز وجود سیاسی رو با سرکوب، با خشونت، با تعرض، با قهر پاسخ میدن، چاره‌ای برای ما مردم نمیذاره که زمانی که متشکل میشیم به ناچار برای جلوگیری از خونریزی بیشتر ناچاریم که اسلحه از دست جمهوری اسلامی بگیریم تا به خون بیشتری از پیکر این جامعه جاری نشه. انقلاب ضرورتش رو از اینجا میگیره، انقلاب مطلوبیتش رو از اینجا میگیره، انقلاب حقانیتش رو از تعرض سیاسی توده های مردم به یک رژیمی که مورد نفرت و انزجار مردم هست. واقعا جالبه، دیدنیه، برادراشون دارن میزنن و میکشن و خودشون هم رئیس قوه مجریه هستن و رئیس وزارت اطلاعات و رئیس دستگاه قضاییه و غیره و غیره رو سازمان دادن. یه سری مبلغ کودن عوام فریب رو هم سازمان دادن که گفتن برید تبلیغ کنید، مردم انقلاب نمیکنید، مردم انقلاب تموم شد، مردم اعتراض تموم شد، مردم حرکت اعتراضی بنیانکن تموم شد. آیا این تبلیغات رو ما در دوران فروپاشی بلوک شرق شاهدش نبودیم که میگفتن پایان تاریخ، پایان مبارزه طبقاتی، پایان به اصطلاح تعرض و مبارزه تقابل با طبقات استثمارگر حاکم در جامعه؟ اگر اون تبلیغات عظیم سراسری و جنگی به گل نشست، اون گرد و خاکا خوابید، این گرد و خاکا کوچکتر از اینه که بتونه اراده مردم رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی به اصطلاح خدشه‌دار بکنه. من تردیدی ندارم. خب ما وقتمون در واقع تموم شده. قسمت دوم بحث رو که در ارتباط با صف‌بندی که در اروپا در مقابل ایالات متحده داره شکل میگیره و صف‌بندی جدید در
خاورمیانه و سفر ترامپ به خاورمیانه و اروپا اون رو باید به برنامه بعدی تلویزیونی برای دنیای بهتر مکرر کنه. علی جوادی با تشکر بسیار زیاد از شما. متشکرم به شما. به بینندگان عزیز هم روز بخیر و شب بخیر میگم.